سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. دومین پنجشنبه اردیبهشت ماه و من دوباره سری زدم به صفحه حوادث خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های ایرانی. با من همراه باشید. خبر اولی که میخوام بهش بپردازم مربوط میشه به تکمیل کردن خبری که توی هفته قبل داشتیم. اگه یادتون باشه هفته قبل یک خبری داشتیم مبنی بر اینکه یک آقای یک جنازه‌ای رو برده پیش پلیس و گفته که بابام این جنازه رو کشته، داده به من تا ببرم سر به نیستش کنم، منم آوردمش پیش شما. حالا لینک خبرش رو میذارم این بالا، خودتون نگاه بکنید اگر ندیدینش، اما یه خلاصه هم براتون میگم. ماجرا از این قرار بوده که جمال میره پیش پلیس، میگه که بابام یه نفر رو کشته، جنازه‌شو داده به من که ببرم سر به نیست بکنم، اما خب من آوردم پیش شما. اول میرم بابا رو میگیرم، میبینم بابای بنده خدا معتاد نحیف، اصلا این کاره نیستش. بابای وقتی جنازه رو میبینه میگه این جنازه داماد خودم حمیده، یعنی شوهر خواهر کسی که جنازه رو آورده پیش پلیس. بابا رو ول میکنن، میچسبن به همون آدمی که جنازه رو آورده که اسمش جمال بوده. جمال اولش تفره میرفته، بعد میگه که این آدم رو قاسم یکی از فامیلامون کشته. میرن قاسم رو پیدا بکنن، قاسم آب شده بوده، رفته بوده تو زمین. همینطور که داشتن ازش بازجویی میکردن، آخر سر جمال میگه که این حمید داماد ما که الان کشته شده با زن من ریخته بودن رو هم، من به خاطر این کشتمش، قاسم هم همراه من بود، حالا که نتونستید بگیریدش من دارم خودم اعتراف میکنم. اما جزئیات جدیدتری از این پرونده توی هفته پیش توی خبرگزاری ها وجود داشته که به نظرم جذابه که اونها رو هم به شما بگم. خب ما میدونیم که قاسم رو نتونسته بوده پلیس پیدا بکنه. قاسم خودش توی هفته گذشته میاد پیش پلیس و اعتراف میکنه که من همراه جمال بودم وقتی که حمید کشته شد. قاسم به پلیس گفته که جمال به من گفتش که بیا با همدیگه بریم وسط بیابونای مشهد. من با موتور دنبالشون میرفتم و هرچی بهش گفته بودم که برای چی داریم میریم، به هم گفته بود که بیا حرف نزن، فقط دنبالم بیا. رفتیم تا وسط بیابونا، حمید رو یهو از ماشین پیاده کرد، با چاقو اذیتش میکرد، شکنجهش میداد و میگفتش که بگو چه سر و سری با زن من داری. حمید هرچی منکر میشد جمال بیخیال نمیشد، میگفت یا راستشو بگو از خونت بگذرم یا همینجا میکشم. حمید هرچی اصرار میکرد که اصلا من با زن تو کاری ندارم، سنمی با اون ندارم، جمال راضی نمیشد. آخر سر جمال یه فایل صوتی پخش میکنه که نشون میداده حمید و زن جمال دارن با همدیگه حرف میزنن. محتوای حرفا خیلی جنسی بوده. وقتی که این کار رو میکنه جمال، حمید هنوز هم انکار میکرده. در نهایت جمال یه اسپری فلفل در میاره میزنه تو صورت حمید. قاسم میگه وقتی این اسپری فلفل پخش شد تو هوا من سرم رو چرخوندم و یهو صدای تیر شنیدم. وقتی که برگشتم دیدم که جمال با یه گلوله زده تو سر حمید. بعد هم منو تهدید کرد که باید کمکش بکنم تا جنازه رو بندازه توی ماشین. جنازه رو سوار ماشین کردیم، بیشتر رفتیم تو بیابون و جنازه رو از ماشین کشیدیم بیرون، انداختیم وسط بیابون. اونجا دیگه من از جمال جدا شدم و اصلا نمیدونم چطور پای جنازه به اداره پلیس رسیده. وقتی که قاسم این اعترافات رو میکنه، پلیس برمیگرده پیش جمال و میگه که ما دیگه الان میدونیم ماجرا چی بوده. خودت اصل ماجرا رو برای ما تعریف بکن. جمال هم که دیگه دستش رو شده بوده شروع میکنه به اعتراف کردن. میگه که خواهرم چند وقت پیش یه فایل صوتی و یه فایل ویدیویی برام آورد که توش نشون میداد حمید با زن من رابطه داره. وقتی که این فیلم‌ها رو دیدم خیلی ناراحت شدم، خیلی عصبانی شدم. اصلاً مدت زیادی نشد که رفتم زنم رو طلاق دادم. گفتم که زنم رو طلاق میدم که تکلیف بچه‌هام، دو تا دختری که دارم، مشخص بشه. دو روز بعد از اینکه زنم رو طلاق دادم هم نقشه قتل حمید رو پیاده کردم. پیش خودم گفتم که حمید رو میکشم، قتلش رو میندازم گردن بابام، که خب نشد و لو رفتم. وقتی که جمال این حرفا رو به پلیس میزنه، پلیس میره خواهر جمال یعنی زن حمید رو هم میاره و اون شروع میکنه ماجرا رو تعریف کردن. میگه که من از یه سال پیش به شوهرم مشکوک بودم، هی بهش میگفتم که چی کار داری میکنی، اون همیشه تفره میرفت و زیر بار نمیرفت، ولی من میدونستم که یه ریگی به کفششه. شروع کردم روی گوشیش از این نرم افزارهای جاسوسی نصب کردن، از اینا که صدا رو ضبط میکنه. خودم هم بلد نبودم خیلی باهاش کار بکنم، چند تا نرم افزار نصب کردم، ولی حمید اصلا روحش هم خبر نداشت که من این کارا رو با موبایلش کردم. بالاخره یه روز یکی از این مکالمه ها رو گوش دادم و دیدم که اون با زن برادرم ریخته رو همدیگه و داره صحبت های جنسی میکنه. بعد از اینکه این فایل رو گوش دادم رفتم به حمید گفتم که من خبردار شدم که تو داری این کار رو میکنی، ولی اون هنوزم زیر بار نمیرفت. به خاطر همین یه نرم افزار رو گوشیم نصب کردم که تصویر رو ضبط میکرد. یه روزی زن جمال رو دعوت کردم خونم، حمیدم بود، خودم به یه بهونه ای از خونه رفتم بیرون، گفتم باید برم خرید بکنم.
و وقتی که برگشتم و تصاویر ضبط شده رو دیدم مطمئن شدم چیزی که بهش شک کرده بودم عین واقعیت بوده. به حمید گفتم، حمید دوباره منکر شد. دیگه نتونستم طاقت بیارم، رفتم پیش جمال، همه چیزو به جمال گفتم. جمال چند روز بعد از این اتفاق زنش رو طلاق داد، حالا هم که حمیدو کشته. آخرین اخباری که از این پرونده منتشر شده همیناست و هنوز این پرونده در جریانه و ممکنه تغییراتی توی اون هم ایجاد بشه. اگر خبر جدیدی از این مورد هم باشه حتما با شما در میون میذاریم. خبر دومی که میخوایم با همدیگه مرور بکنیم مربوط میشه به 10 روز پیش توی مشهد. 10 روز پیش توی مشهد یک آقایی به اسم محمود که 36 سالش بوده گم میشه. آدم های دوروبرش، خانوادهش، اطرافیانش خیلی میگردن تا این آدم رو پیدا بکنن، همه جا رو میگردن ولی دستشون به هیچ جایی بند نمیشه. 8 روز بعد از اینکه محمود گم شده بوده، یکی از آشناهاش موتور محمود رو زیر پای یک نفری میبینه. یارو رو تعقیب میکنه، میرسن جلوی در یه خونه. زنگ میزنه، 3-4 نفر دیگه از اقوامشون میان، همه عصبانی، خشمگین، درو میشکنن میرن تو. به محض اینکه وارد حیات میشن یه جفت کفش میبینن، کفشایی که متعلق به محمود بوده. دیگه مطمئن بودن که محمود یه ربطی به این خونه داره. شروع میکنن توی حیاتو گشتن و میبینن که توی باغچه خونه یه جنازه دفن شده که دست چپش هنوزم از خاک بیرونه. وقتی که این رو میبینن دیگه خیلی اعصابشون خرد میشه، قاطی میکنن میرن تو. یه پدر و پسر رو اونجا توی اون خونه میبینن. پدر و پسر هر دو معتاد بودن، اونها رو یه ذره کتک میزنن، بعد هم زنگ میزنن پلیس میاد و وقتی که پلیس میاد شروع میکنه گشتن خونه، میبینه که توی طبقه دوم خونه یک اتاق هست که توش پر خونه، اما هنوز مطمئن نبودن جسدی که توی حیات خاکه متعلق به محموده. به خاطر همین آتش نشانی رو خبر میکنن، آتش نشانی میاد جسد رو از زیر خاک در میاره و وقتی که پلیس و خانواده جسد رو میبینن از روی علائم ظاهری مطمئن میشن که کسی که توی باغچه خونه دفن شده بوده محمود بوده. پلیس پدر و پسری که توی خونه بوده رو دستگیر میکنه. گفتم اینها هر دو معتاد بودن به شیشه و حال و روز خوبی نداشتن. میارتشون به اداره پلیس، اول با پسره صحبت میکنن، پسره میگه که نه ما هیچ ربطی به این اتفاق نداریم، ما تازه 10 روز خونه رو اجاره کردیم و زیر بار نمیره. اما وقتی که با پدر خانواده صحبت میکنن، پدر خانواده اصل ماجرا رو تعریف میکنه. میگه که ما تو خونمون وسایل دزدی و اینا رو جمع میکردیم، یه حالت مالخری داشتن. محمود هم میومده هر از گاهی از اونجا خرید میکرده، اما شک کرده بودیم بهش که به ناموسمون نظر داره. به خاطر همین یه روزی که محمود اومده بود خونه ما تا جنس بخره، پسرم از پشت بهش حمله کرد و با چاقو به گردنش ضربه زد. بعد از اینم که مرد توی حیاط دفنش کردیم و حالا هم که لو رفتیم و دستگیر شدیم. هنوز زوایای دیگه این پرونده مشخص نیست و پرونده هنوز در جریانه. اگر روی این خبر هم یک خبر تکمیلی بیاد حتما شما رو در جریان میذاریم. اما خبر سوم و آخری که میخوام براتون بخونم توی مرداد 1401 شروع میشه. توی مرداد ماه اون سال یک خانومی میره اداره آگاهی شهرستان شهریار از توابع تهران و میگه که من دخترم یه مدتیه که گم شده. میگه دخترم فریبا 15 سال ازدواج کرده بود با یک آقایی به اسم خسرو و الان 3 ماهه که طلاق گرفتن، با 2 تا دختراش پیش من زندگی میکنن. چند روز پیش از خونه رفت بیرون و الان 1-2 روزه که ازش خبر ندارم. وقتی که این گزارش مفقودی ثبت میشه، پلیس اولین کاری که میکنه اینه که بره دوربینای مداربسته اطراف خونه مادر فریبا رو بگرده، ببینه که متوجه میشه فریبا کجا رفته یا چه بلایی سرش اومده. وقتی که دوربین ها رو چک میکنن میبینن که آره، فریبا از خونه اومد بیرون، سوار یک پراید مشکی شد که پلاک پراید متعلق به خسرو همسر سابقش بوده. خب وقتی که مشخص میشه که فریبا سوار چه ماشینی شده بوده، سری میرن خسرو رو پیدا میکنن، دستگیرش میکنن، میارنش به اداره پلیس و ازش بازجویی میکنن. خسرو همین که پاشو میذاره توی اتاق بازجویی شروع میکنه اعتراف کردن. میگه که من عاشق زنم بودم، 15 سال با فریبا زندگی کرده بودم و هنوز مثل روز اول دوستش داشتم، اما به خاطر دخالت‌های پدر و مادرش ما از همدیگه جدا شدیم. توی این مدت، توی این 3 ماهی که طلاق گرفته بودیم، من خیلی میدیدمش، خیلی میرفتم سر راش و ازش خواهش میکردم که برگرده به زندگی مشترکمون. حتی به خاطر منم بر نمیگرده، به خاطر 2 تا دخترمون برگرده. روز آخرم رفتم سوارش کردم، با همدیگه رفتیم فیروزکو تفریح بکنیم، مشروب خوردیم، اما حال فریبا بد شد.
من از هم محلیام شنیده بودم که فریبا با یک پسری دوست شده. وقتی که حال فریبا بد شد و خوابیده بود، رفتم سر وقت گوشیش تا ببینم که آیا واقعا با کسی رابطه داره یا نه. اما توی گالری گوشیش یه فیلم دیدم که از رابطه جنسی اون با یک پسر دیگه بود. وقتی که این فیلم رو دیدم، دنیا جلوی چشام سیاه شد و دیگه حال خودم رو نفهمیدم. با یه چاقویی که توی ماشین داشتم شروع کردم ضربه زدم به فریبا، به پهلوش ضربه زدم، به گردنش ضربه زدم و وقتی که به خودم اومدم فریبا مرده بود. بعد از اون هم جنازش رو بردم توی اطراف تهران دفنش کردم. پلیس وقتی که این اعترافات رو میشنوه، آدرس جایی که خسرو داده بوده رو میگیره و میره میبینه که بله، یک جنازه تا نیمه توی خاک دوچار فساد شده، یه مقداریش رو حیوونا خوردن و اصلا قابل شناسایی نیست. دوتا دختر فریبا رو میاره، ازشون تست دی ان ای میگیره و با دی ان ای که از جسد گرفتن تطبیق میدن و متوجه میشن که بله، جسدی که پیدا کردن متعلق به فریباست. مادر فریبا به خبرگزاری ها گفته که این داماد، این خسرو، 15 سال دختر ما رو اذیت کرد، معتاد بود، بیکار بود، خیلی ما رو هرس داد. حالا هم که با بیرحمی دخترمون رو کشته و برای خسرو تقاضای قصاص کرد. این پرونده هم هنوز تموم نشده و هنوز تحقیقاتش در حال انجامه. اگر اتفاق جدیدی بیفته حتما با شما در میون میذاریم. در یک آخر هفته دیگه با شما با اخبار حوادث همراه بودیم. اگر این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً چنل ما رو سابسکرایب بکنید، اون رو به دوستاتون معرفی بکنید و نظراتتون رو هم برامون کامنت بذارید. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشید.